جلسه سره کنگره امریکا در باری خروج از افغانستان با حضور وزیر دفاع امریکا رئیس شورای امنیت فروپوش اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کسی نیست سازمان ملل در سال گذشته میلادی 1.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده است یک تحول بزرگ در راه است خبری که باید در آخر تماشا کنید باید خدا با مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید جلسه سری کنگره امریکا در باری خروج از افغانستان با حضور وزیر دفاع رسانه های امریکایی گزارش دادن قرار است لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده در جلسه سره سنای امریکا در مورد خروج امریکا از افغانستان صحبت کند. تایمز با نقل از کمیته روابط خارجی سنای امریکا گزارش داده که قرار است لوید آستین روز سه شنبه یاسته جنوری در کمیته روابط خارجی سنا در یک مرکز فوق سره سخنرانی کند. و گفته این دسانه آنتونی وزیر خارجه امریکا نیز قرار است همراه آقای آستین در این جلسه شرکت و صحبت کند این در حال است که لوید آستین به کرونا مبتلا شده و در قرنطینه به سر برد پیش از این وزرای دفاع و خارجی امریکا از اشتراک در جلسه استثمامی کمیته روابط خارجی سنای این کشور در 14 سپتامبر امتناع ورزیده بودند این کار واکنش سناتورهای امریکایی را در پی داشت او خروج شتابزده امریکا از افغانستان را اشتباه ملحک انوان کرده بود حضور و فعالیت گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش در افغانستان مقامات امریکایی را نگران کرده است پیش از این لوید آستین تاکید کرده بود گردش ایالات متحده می تواند با استفاده از هواپیماهای نظارتی و تهاجمی مستقر در جاهای دیگر تهدیدات ناشی از افغانستان را مهار کند با این حال دولت بایدن در مورد پایان آشفته طولانی ترین جنگ امریکا با انتقادات و پرسشهای شدید در هر دو حزب مواجه شده است رئیس شورای امنیت فروپوش اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست سفیر ناروی در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت گفته است که سقوط و فروپوشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست او در پاسخ به سوال درباره بحران بشری در افغانستان بیان کرده است ما مطمئنا فعالیت زیاده می کنیم تا مطمئن شویم که بیشتر کمک های بشر دوستانه از طریق نهادهای سازمان ملل و سازمان های بشر مختلف و همچنین سازمان های غیر دولتی به افغانستان می رسد. این دیپلمات تاکید کرده است که او معتقد است که به نفع هیچ کس نیست که شاهد سقوط و فروپاشی افغانستان باشیم او افزوده است که به خاطر جلوگیری از درد و رنج افغان‌ها باید به هر قیمت از سقوط افغانستان جلوگیری شود رئیس شورای امنیت گفته است ما مطمئن هستیم که می توانیم تا حد امکان برای نجات مردم افغانستان و اقتصاد این کشور با آن کمک کنیم اما این امر تنها به ما بستگی ندارد و همگی باید با کشورهای دیگر همکاری کنیم با سقوط دولت و تسلط طالبان فقر و گرسنگی در کشور گسترش یافته است گفته می شود در حال حاضر پیش از نیمه جمعیت افغانستان نیاز به غذا دارند امریکا یک میلیون مورد جدید ابتلا به کرونا را در روز ثبت کرد با گزارش خبرگزاری روی ترس امریکا نزدیک به یک میلیون مورد جدید ابتلا به کووید 19 را در یک روز ثبت کرده است طبق این گزارش این آمار روز دوشنبه 13 همه جدید ثبت شده است که بالاترین رقم مبتلای روزانه را در سطح جهان نشان می‌دهد. رویترز در این گزارش گفته است که تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 که در یک هفته گذشته بستری شده است نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است گفته شده است که نوی ویروس و کرونا بیشترین مورد ابتلا به ویروس و کرونا را در امریکا نشان می دهد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماره های ایالات متحده یعنی CDC روز سه اعلام کرد که این گونه 95.4 درصد از موارد ابتلا به ویروس و کرونا را تشکیل می دهد. سازمان ملل در یک سال گذشته میلادی یک میلیارد دلار به افغانستان کمک شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل گفته است که اهدا کنندگان یک میلیارد دلار در سال 2021 برای افغانستان ارائه کردن. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه چارده جدی در یک نشست خبری اعلام کرد که زمستان سخت پیش رو شرایط را که افغانها در آن بسر میبرند دشوار میکند. او گفته است که بارش شدید برف و باران در 24 ساعت گذشته تعداد از مناطق را تحت تاثیر قرار داده و برف پروازها به مقصد و امتداد و کابل را مختل کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل افزوده است که شرکای این سازمان در راستای تعهد به افزایش عملیات ها با زمان برای تحویل کمک ها و تدارکات رقابت می کنند. به گفته او، در ماه دسامبر شرکای بشردوست سازمان ملل به 7 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی کمک کردند. با روی کار آمدن طالبان، فقر و گرسنگی در کشور تقریبا فراگیر شده و نهادهای کمک رسان هم درباره بروز فاجعه انسانی هشدار میدهند. به گفته این نهادها، پیش از نیم از جمعیت افغانستان نیاز به غذا دارند. واکنش سفارت ترکمنستان به درگیری‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان این کشور سفارت ترکمنستان در کابل گفته است که گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه در امتداد خطوط مرزی این کشور با افغانستان درگیری‌های های مسلحانه میان نیروهای طالبان و مرزبانان ترکمن صورت گرفته است صحت ندارد سفارت ترکمنستان گفته است که بر اساس سیاست های بیطرفانه ترکمنستان به رابط حسنه خود با افغانستان ادامه میدهد و مرز افغانستان و ترکمنستان را یک مرز دوستی می داند. سفارت ترکمنستان در اعلامیهش همچنین علاوه می کند. این نکته نیز قابل ذکر است که افغانستان و ترکمنستان درک متقابل و قوی نسبت به حفظ آرامش در خطات خطوط مشترک مرزی خود دارند. بیشتر عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز گزارش از اوقای درگیری های مسلحانه میان نیروهای طالبان و هم ترکمنستان را رد کرده بود و گفته بود که طرف این روابط خوبه با یک دیگر دارن همچنان غنی اندرابی در صفحه دیوتر چنین نگاشته است و زودی شاهد یک تحوال بزرگ در کشور خواهید بود غنی اندرابی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت برهبری رهبری احمد مسعود است ناپدید شدن یک کودک افغان در امریکا پلیس فدرال عملیات جستجو را آغاز کرد پلیس فدرال امریکا یعنی اف جستجو برای یافتن یک کودک سه ساله افغان را آغاز کرد این کودک در اواخر سال ماه دسامبر سال 2021 در پارک تفریحی در شمال غرب شهر یالت انتراس دیده شده است فرماندی پلیس منطقه گفته است که تیم 12 نفری اداری عملیات فدرال امریکا دوشنبه شب از شهر واشنگتن دی سی پرواز کرد و تمام روز سه به چاره جدی مصروف جستجوی لینا در آبهای نزدیک آپارتمان خانواده اش بود. سپاس که تا این با ما بودید تا ویدیوی دیگر بدرود.